24مین روز فروردین ماه برابر با 13 آپریل سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، روزی که ایران دارای جت جنگنده شد. در رابطه با پیمان بغداد، یکی از اتحادیه‌های نظامی غرب پیرامون شوروی که بعداً سنتو نام گرفت، سران پاکستان، عراق و ترکیه به منظور مذاکره درباره مناسبات ممالک عضو و امور مشترک مورد علاقه وارد تهران شدند. این مذاکرات با شرکت نمایندگان آمریکا و انگلستان آغاز به کار کرده و در همین اجلاس بود که آمریکا اعلام داشت عضویت کمیسیون اقتصادی این پیمان را میپذیرد. در جریان اجلاس تهران، دولت آمریکا به نیروی هوایی ایران جت جنگنده از نوع F-86 تحویل داد و به این ترتیب ایران برای نخستین بار دارای جت جنگنده شد. و در همان روزها مستشاران نظامی آمریکا از مهارت خلبانان ایرانی در بکار بردن جت‌های جنگنده به ویژه در عملیات آکروباتیک ابراز شگفتی کرده و نمی توانستند این استعداد ایرانیان را باور کنند. سال 1349 خورشیدی برابر با 1970 میلادی، یک مدرسه عالی تلویزیون و سینما در تهران تأسیس شد. با آغاز به کار سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و گستردگی فعالیت آن، نیاز به ایجاد مؤسسه‌ای که نیروی انسانی مورد نیاز این سازمان را تربیت کند به شدت احساس شد. برابر این بعد از فراهم آمدن مقدمات اولیه، مؤسسه‌ای به نام مدرسه عالی تلویزیون و سینما تشکیل شد. دانش آموختگان این مدرسه قرار بود به فعالیت در سازمان رادیو و تلویزیون و حوزه سینما مشغول شوند. این مؤسسه کار خود را با یک دوره کوتاه مدت یک ساله آغاز کرد. بعدها این دوره به دو دوره دو ساله یا همان کاردانی ارتقا یافت و بعد دوره‌های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، تحقیق در ارتباطات جمعی و مهندسی الکترونیک نیز در آن ایجاد شد. سال 1074 خورشیدی برابر با 1695 میلادی، در گذشت ژان لافونتن، شاعر و افسانه‌نویس معروف فرانسوی. ژان دو لافونتن مشهورترین حکایت نویس فرانسوی که بیشتر شهرتش به دلیل نوشتن کتابی به نام حکایات است که گونه ویژه‌ای از حکایت نویسی را در کل اروپا ارائه کرد و سرمشقی برای دیگر نویسندگان فرانسوی یا فرانسه زبان شد. این شاعر در اصل شاعر شعری است که در کتب درسی ایران به نام روباه و زاغ معروف است، هرچند در این کتاب سراینده شعر حبیب یغمایی معرفی شده، اما این شعر در واقع ترجمه منظوم حبیب یغمایی از شعر لافونتن است.